صبح زیبا و قشنگتون بخیر. در ادامه صبح خورشید قرار داریم و خوشبختانه مهماندار هستیم با آقای عبدالعظیم بدخشی، قهرمان مبارزات آزاد. در خدمت شما عزیزان هستیم و صحبت در مورد فعالیت هایشان مسابقات پیشرو صحبت می داشته باشیم. پس شما هم ما را همراه باشین و تنها نگذارین. سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید. سلام، صبح بخیر. تشکر، سلامت باشین. سلام برای شما و صبح بخیر به تمام مردم افغانستان که ما را امین اکنون بیننده هستن. ممنون از شما که زحمت خیلی زیاد بوده کمی دیرتر رسیده. خب خوش آمدین. بیشتر صحبت ها در مورد مسابقاتی که در آینده دارین، چون به دلیل ویروس کرونا که شویش روز به روز بیشتر شد و حالا هم که مشکل ویزه هست، مش نمید شما. خب مسابقه بعدی ما در مارچ هست، در دبی هستم. ما قرار است که در هفته آینده بخیر به دبی برم. به چی برم؟ به هندوستان برم، چون ما در تیم یکی از هنرپیشه سینما به نام تایگر شرف اسپانسر ما او هست و به نام تیم از او فاید میکنم. دیگه سپانسرمون بخیر است و از هندوستان به طرف دبی میریم انشاءالله در مارچ. انشاءالله. خب میشه آقای بدخشی در مورد همون آمادگی ها تمریناتتان هم بیشتر بر ما بگوین که تا فعلا قرنطین یا هم تمریناتتان ادامه داره، یعنی جریان داشته و بیشتر در کشور هندوستان هم که میرین اونجا هم تمرین میداشته باشین یا خیر؟ خب بله، وقتی رازی که ما به مسابقه یک ما مانده آمادگی زیاد گرفتیم و در هندوستان به خاطر آمادگی میرم با مسابقه یک ما مانده، چون باید آماده زیاد باشیم انشاءالله. بله، خب میشنویم از شما آقای بدخشی که در افغانستان ما همه ما میدانیم که بله، امکانات تمرین آنقدر زیاد نیست، یعنی امکانات نیست که امو تمرینی که در خارج از کشور میشه در اینجا همچنان باشه امکاناتش. پس شما از همین اکنون آغاز کردین یا زمانی که یک ماه وقت دارین در این میخواین که تمریناتون انجام بدین و مدت زمان کمی که به مسابقاتون مون اعزام سفر به دبی شوین؟ نه خیر، ما مدت پیش از اینکه یک ماه به مسابقه بونم تامین آمادگی زیاد گرفتیم، چون در افغانستان بیشتر که من از خانه حرکت کنم یک کنیم ساعت شده که مدت خدمت تلویزیون آمده و وقتی اهمیتش خوب نیست اگر رابندی گپا ما به میخوام با مسافر به هندوستان برم دیگه تامین خود خودم اینجا خوبتر بکنم، دیگه به دل جمع راحت و بتونم افتخارات کسب کنم انشاءالله. بسیار خوب. آقای بدخشی، زمانی که یک مسابقه تعیین میشه و همچنان حریفتان هم مشخص میشه، بعد از اون میپردازین به اینکه تعادل حفظ و وزنتان رو حفظ کنین و بیشتر تمرینات رو بپردازین یا از قبل؟ وقتی که حریفم برام مشخص میشد یک ماه پیش یا دو ماه پیش مشخص میشه، با ما با وزنی که داریم باید وزن خودم آماده بسازیم، دیگه نقطه ضعف حریف خود پیدا بکنیم. دیگه با ما وزنی که باید با ما وزن باید خودم آماده بسازیم، چون اگر با وزن خودم آماده نسازیم میشه که مسابقه ما کنسل شه. وقت دمی آخر که یک دو روز پیش مسابقه نساجون اخبارست بود با تعادل وزن، مسابقه در سازمان UFC، بزرگترین سازمان UFC، مسابقهش کنسل شد. میتونه که مسابقه ما کنسل شه، 1 کیلو 2 کیلو مشکلات هم داشته باشیم. همیشه در وزن چند کیلو آقای بدخشی شما مسابقه داشتین و دستم نزو میپرسیم که چند بار به دلیل این که کنسل شدن مسابقه زمانی که ورزشکار آمادگی هم تا خود می داشته باشه کم وجودش هم ضرر میبینه، و دلیل این که حالا با مسابقه که آمادگی میگیری او جدا است و بدون مسابقه ورزش های یا تمرینات که می داشته باشن او به خاطر روزمره می باشه. پس مش نمیدونم مورد از شما. خب من خودم در وزن امیال فکس شاید 75 باشم، در 70 مسابقه میکنم و 66 فعلا در 66 دوباره مسابقه نکردم و تصمیم عزیز دارم که در سازمان بزرگ در 66 مسابقه بکنم، چون در 70 و از 80 در 70 میان، از 85 در 70 میان و دیگه یعنی وزن هاست که باید وزن خود تا دو خیلی کنیم. تا تمریناتی که داشتیم به خاطر که مسابقه کنسل هم شده یا خیلی؟ نه خیلی دوباره کنسل نشده، چون من در بحرین یک دو ماه پیش مسابقه داشتم در وزن 77 مسابقه کردم، چون اشتباه از خودم بود، من در وزن 70 بود و دیگه من نتونستم وزن خود کم کنم، در این دوازن افتاد مسابقه کردم که نتونستم حریف خود ببرم، دیگه در نمره بسیار کم مسابقه رو بگذار کنم. قهرمان ما هست، این برد باخت دارد است دیگه، هیچ مشکل نیست، دیگه گپار داره. بله. خب چون مسابقه ای که پیش رو هست و شما هم اشاره به این داشتین که شناسایی حریف، حالا که شما هم با همو شخصی که در مقابل شما قرار میگیره مسابقه می داشته باشه، چقدر آمادگی گرفتن و حریفتان بیشتر در کدام بخشا، یعنی در کدام رشته ها استعداد زیاد دارن و شما هم در مقابلش آمادگی زیاد گرفتین؟ خب مسابقه ما از لیگ است، مثل که فوتبال و کرکت وارسه مطابق حریف مشخص نشده، ما یک ما بعد اونجا ما مسابقه میکنیم. مثلا ما در 3 سال پیش که در سوپر فایل لیگ که یک ما 4 مسابقه حریف ناکاوت کردم، 4 مسابقه کردم و همون لیگ است. دیگه ما در تیم همو اونر پیشی سینما به نام تایگر شرف، اون سپانسر ما رو میکنه و به نام از اون مسابقه میکنیم.
دیگه هنوز عرفه مشخص نشد، شاید در یک ما سه مسابقه چهار مسابقه بکنیم، چون اگر آسیب ندیدیم اگر نشدیم. خب معلومات داشتن در مورد عریف چقدر شما را میتونه قوت قلب ببخشه و شما قوی تر داخل رنگ داخل شوین و از اون تکنیک هایی که او استفاده میکنه و میداشته باشه، شما دیگه به مو اراده قوی که داخل میشین میتونین برد از آن خود بسازین، چون شما گفتین که یک ماه وقت است. بله. و در لیگ ای که کی انتخاب میشه عریف شما اون هم معلوم میباشه، ولی قبل از قبل زمانی که شما یک چند روز قبلش یا هم پیش از مسابقه تان آگاه میشین که عریفتان کی است که تبیز زماردش معلومات بیشتر را هم بله میداشته بله. باشین مش نمیدیم آرده خب فعلا برام بسیار سخت است، چون عریف مشخص نشده، نقطه ضعفش هم نمیفهمم که چه قسم یا پالونیش قوی باشه یا مشتش یا لگتش، این رو نمیفهمم. اما وقتی عریف مشخص یا یک ما یا دو ما پیش مشخص میشه، ما در یک نقطه هم ضعف عریف کار میکنیم، چون شاید عریف یک رسلر خوب باشه، ما میتونیم که زیادتر رسلری بکنم و میتونم که در بوکس ناکاوتش بکنم، چون نقطه عریف باید یک نقطه ضعفش پیدا بکنه یا دو نقطه ضعفش که استادای مختلف که استادایی که در رشته کرد که از او کار میکنه نقطه ضعف عریف پیدا بکنیم. اگر پیدا نکنیم خود طبعا مشکل است، چون وام امو کاری که ما میکنیم وام ما کار انجام میدن. ممنون از شما آقای بدخشی از اینکه تشریف آوردین. اگر حرف باقی است مشتم از شما. تشکر، سلامت باشی. بازم معذرت میخوایم که ناوقت شد، چون ازدوام زیاد از در افغانستان، ان شاء الله بخیر که می ازدوام و می گپو ان شاء الله گم شوم. ان شاء الله زنده و سلامت شما. ممنون از تک تک شما خوبان عزیزان، قربان نگاهایتان تا دیدم ما را همراهی کردین. ان شاء الله که یک روز خیلی خوب و سرشار از خوشی و خوشبختی داشته باشین، اوقات خوش و لذت خوش را سپری کنین، بخش در ما حتما بیننده باشین. پس از یک وقفه کوتاه علایار مددگار تمامی شما.